درود بر شما، دنیس هستم و به کانال دنی بورس خوش اومدین. توی این بخش میخواییم بپردازیم به ادامه داستان کوروش بزرگ. در برنامه قبلی تا اونجا پیش رفتیم که کوروش لیدیا رو فتح کرد. بعد از فتح لیدی، کوروش نمیتونست نسبت به کسایی که بر علیه اون متحد شده بودن بی تفاوت باشه. این متحدین بابل و مصر بودن و چون ایران با بابل هم مرز بود، کوروش تصمیم گرفت که اول بره سراغ بابل. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم راجب ماجراهای فتح بابل، لازمه که راجب اوضاع و احوال این شهر بابل یک آشنایی پیدا بکنیم. شهری بود آباد و ثروتمند که در اون زمان تقریبا بی‌نظیر بود. رود فرات از مابین اون میگذشت و اون رو به دو قسمت تقسیم میکرد و این دو قسمت توسط یک پل به همدیگه مربوط میشدن. در یک طرف شهر باغ‌های معلق و قصر پادشاه قرار داشت و در طرف دیگه اون معبد خدای بابلی‌ها. این معبد دارای برج 8 طبقه بود که از بیرون پلکان مارپیچ داشت و مجسمه خدای بزرگ بابلی‌ها به نام بلمردوک در یکی از طبقات پایینی قرار داده شده بود. این مجسمه از طلا ساخته شده بود و 800 تالان وزن داشت. از نظر تجاری بابل موقعیت ممتازی داشت و اکثر کاروان‌های تجاری از شهرهای بزرگ در اون تردد داشتند و انواع کالاهای نفیس در اون خرید و فروش می‌شد. بازارهای فراوانی داشت که مردمی از حبشه، مصر، هند، عرب و حتی لیدی‌ها در اون با زبان‌های مختلف صحبت می‌کردند و به خرید و فروش و داد و ستد مشغول بودند. گفته میشه که این شهر دارای کوچه های وسیع و عریضی بوده و بعضی از تاریخ نویسان گفتن که مردمانش در عیش و نوش هم بسیار افراطی بودن. از نظر موقعیت دفاعی و نظامی، بابل رو دیوارهایی کشیده بودن به ارتفاع 300 پا و عرض 75 پا که این دیوارها رو خندقی هم احاطه کرده بود. علاوه بر دیوار بیرونی، یک دیوار درونی هم داشت، یعنی دو دیوار به موازات همدیگه شهر بابل رو احاطه کرده بودن. بنابر گفته هرودوت، این دیوارها رو از آجرهایی ساخته بودن که بیشترشون رو با تلسم مهر کرده بودن و قرار بود که این تلسم ها همیشه شهر رو در امان نگه داره و اون رو حفظ بکنه. بابل دارای مدارسی بود که علوم نجوم، فلسفه، طب و سایر علوم در اون تدریس می شد و دانشمندان یونانی و یهودی از علوم بابل استفاده زیادی کردند. گفته میشه که جادوگری و ساحری هم در بین اونها رواج داشته و کلدانیان بابل در این کار بسیار مشهور بودند. شهر بابل 100 دروازه داشت که درهای اون از مفرق ساخته شده بود و دیوارهای اون رو با کاشی‌هایی به رنگ آبی و سفید و زرد تزیین کرده بودند. در این زمان پادشاه بابل شخصی بود به نام نبونید که پسر یک بانوی کاهنه بود و توسط کاهنان بابلی انتخاب شده بود. نبونید به آثار عتیق علاقه زیادی داشت و بیشتر اوقاتش رو صرف حفاری و بازسازی معابد قدیمی میکرد. مخارج این کارها رو بر اهالی بابل تحمیل میکرد و به سایر امور مملکت توجهی نداشت و بر سر کارهای حکومتی پسرش بالتازار رو قرار داده بود. بالتازار هم شخصی بود ظالم و ستمگر. در همین زمان نبونید مجسمه خدایان شهرهای اور، اریدو و ارخ رو با خودش به بابل میاره که این کار باعث میشه پیروان بلمردوک ناراحت بشن و کاهنان بابلی رنجیده خاطر بشن. عده‌ای از کاهنان بابل پنهانی با کوروش ارتباط برقرار میکنن و ازش میخوان که بیاد و بابل رو فتح بکنه و اونها رو نجات بده. از اون طرف هم یهودیانی که از زمان بختالنصر در بابل در شرایط بدی زندگی می کردن بر طبق پیشگویی های پیامبران خودشون منتظر سقوط دولت بابل بودن. در این زمان تمام اسباب سقوط دولت بابل فراهم بود. اولین سبب ثروتمندی بابل بود که توجه همسایه قوی خودش رو به اون جلب می کرد. دومین سبب بی‌لیاقتی پادشاه یعنی نبونید بود. سومین فساد اخلاقی و اختلافات درونی کاهنان بود و چهارمین وجود دشمنان داخلی یعنی یهودیان و سایر بعد. زمان هم شخصی به نام گبریاس که حاکم سابق بابل بود از بابل خارج میشه و به کوروش میپیونده. کوروش که از تمام اوضاع و شرایط داخلی بابل با خبر بود، زمان رو برای تصرف بابل مناسب میبینه. با
قسمتی از سپاهیان خودش به سمت بابل حرکت میکنه و از رود دجله میگذره. کوروش در نزدیکی شهر اوپیس با لشکر نبونی برخورد میکنه و اونها رو شکست میده. یک قسمت دیگه ای از سپاه کوروش هم به رهبری و راهنمایی گوبریاس در منطقه سیپار مدافعین بابل رو در هم میشکنه و وارد بابل میشه. بالتازار که حاکم اصلی بابل بود تسلیم نمیشه و مقاومت میکنه. اما بعد از یک هفته مقاومت شکست میخوره و به دست گوبریاس کشته میشه. کوروش بعد از فتح بابل با اهالی اونجا با مهربانی برخورد میکنه و اونطوری که کتیبه های بابلی نوشتهاند آرامش رو به بابل میبره و با نبونید با مهربانی برخورد میکنه. حتی به نبونید اجازه میده که برای پسرش بالتازار مراسم عزاداری برپا بکنه و خودش هم در این مراسم شرکت میکنه. پیروزی در سال 539 قبل از میلاد اتفاق افتاد و در این زمان دو کتیبه نوشته شد. یک به دست کاهنان بابلی و دومی به دست کوروش بزرگ. در کتیبه‌ای که به دست کاهنان بابلی نوشته شده چنین گفتند: نبونید پادشاه ضعیفی بود و در شهرها احکام بد صادر کرد و در پرستش آقای بزرگ بلمردوک اهمال ورزید. مردم به آقای بزرگ بلمردوک التماس کردند که به آنها نظری بکند و او هم به مردم رحم کرد و کوروش پادشاه انشان را طلبید برای سلطنت جهان. آقای بزرگ بلمردوک با مسرت به کوروش نگریست و به کارها و قلب عدالت خواه اون برکت داد و کوروش را بدون جنگ داخل بابل کرد. و اما کتیبه کوروش بزرگ که بسیار معروفه و شهرت جهانی داره در 45 سطر نوشته شده. کوروش در این کتیبه منشور خودش رو در زمینه احترام به آزادی مذهب و حقوق ملل مغلوب صادر کرده. در این کتیبه کوروش ضمن معرفی خودش و شهرهای تحت حکومتش از اجداد خودش هم یاد میکنه و در ادامه میگه که بدون خون ریزی و جنگ وارد تینتیر شده. در کتیبه های بابلی نام شهر بابل رو تینتیر نوشتن. خلاصه ای از این کتیبه چنینه: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاهنشاه، نواده چیشپش، شاه بزرگ، شاهنشاه، دودمان پادشاهی جاودانه، که خدایان بعل و نبو قلبشان با اوست و فرمان روایش را دوست دارند. آنگاه که من با آرامش به بابل در آمدم، با سرور و شادمانی کاخ شاهی را جایگاه فرمان روایی قرار دادم و سرور بزرگ مردوک قلب دوستداران بابل را به من بخشید و من به ستایش او همت گماشتم. سپاه بیشمار من با آرامش درون بابل گام برداشت. نگذاشتم کسی هراس آفرین باشد. مردم بابل را از بعد رها کردم. خستگی هایشان را تسکین دادم. خانه های ویران را آباد کردم. به شور وقتی ها پایان دادم و خدای بزرگ از کردار من خوشنود شد و به من کوروش و به فرزندم کمبوجیه و به سپاه من برکت ارزانی داشت. تمام شاهانی که در قصرها زندگی می کنند و پادشاهان غرب که در خیمه ها زندگی می کنند، از دریای بالا تا دریای پایین و از چهار گوشه جهان برای من باج‌های کلان آوردند و بر پاهایم بوسه زدند. مردم شهرهای آشور، شوش، آگاده، اشنوناک، میتورنو، دری و شهرهای گوناگون را جمع کردم و خانه‌هایشان از نو ساختم
و خدایانشان را به جایگاه خودشان بی آسیب بازگرداندن. از آنان می خواهم از خدای بزرگ بخواهند به من نظر عنایت داشته باشد. جا داره در اینجا از نوشته های تورات هم یاد بکنیم. در تورات حاکم بابل رو بالتازار نام بردن که البته درسته و حکمران اصلی بالتازار بود. و در تورات نوشتن که بالتازار مهمانی بزرگی برای 1000 نفر برپا کرد و وقتی که از شراب مست شد دستور داد ظروف طلا و نقره ای رو که بخت و نص از اورشلیم به بابل آورده بود بیاورند تا پادشاه و همسرانش در آنها شراب بنوشند. دستور پادشاه را اجرا کردند و همه شراب خوردند و خدایانی را که از جنس طلا و نقره و سنگ بودند تسبیح خواندند. در همان ساعت انگشتای دست یک انسان بیرون آمد و در برابر شمعدان و بر روی گچ دیوار قصر پادشاه خطوطی نوشت و پادشاه آن دست را دید و لرزه بر اندامش افتاد. سپس جادوگران کندانی را احضار کرد و گفت هر کسی نوشته ها را بخواند و تفسیر کند لباس ارغوانی خواهد پوشید و طوق طلا بر گردنش خواهم نهاد و حاکم سوم در مملکت خواهد شد. آنگاه تمام حکیمان آمدند اما نتوانستند آن نوشته ها را بخوانند. بالتازار نگران شد. ملکه به او گفت ای پادشاه تا ابد زنده باشی و افکار تو را مضطرب نکند. شخصی در مملکت تو هست که روح خدای قدوس را دارد و نام او دانیال است. او را بطلب تا تفسیر را برایت بیان کند. آنگاه دانیال را آوردند و بالتازار به او گفت اگر این نوشته ها را بخوانی و تفسیر کنی لباس ارغوانی و طوق طلایی و مقام سوم مملکت از آن تو خواهد شد. دانیال در جواب گفت عطای تو مال خودت باشد و انعام خود را به دیگری بده. لکن این نوشته ها را برایت میخوانم و تفسیر میکنم. و بعد گفت ای پادشاه خداوند به پدرت بخت و نصر سلطنت و عظمت و جلال عطا کرد. اما پدرت تکبر کرد و مغرور شد. لذا حشمت را از او گرفتن و تو ای بالتازار اگرچه همه اینها را دانستی اما دل خود را متواضع نکردی و خدایانی از طلا و نقره و سنگ را تسبیح خواندی و نه آن خدای واقعی را. پس این دست از جانب خدا فرستاده شده و چنین نوشته منا منا فرسین، یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانده و آن را به پارسیان داده است. اینها همه نوشته های تورات بود در مورد فتح بابل. در زمانی نوشته شد که کوروش بابل را فتح کرد و بالتازار کشته شد. نوشته های تورات با اسناد و مدارک بابلی تفاوتی نداره چون در اون موقع بالتازار حاکم اصلی بود و در جنگ با کوروش کشته شد. با اینکه کوروش نسبت به تمام مردم و ملت ها مهربان بود اما نوشته های تورات نشون میده که توجه خاصی به یهودیان داشته و یهودیان در تورات کوروش را مسیح خدا لقب دادن. و در کتاب اشعیا باب 45 نوشته شده که خداوند به مسیح خود کوروش میگوید من تو را به اسم خواندم، کمر تو را بستم و دست راست تو را گرفتم تا امت ها را مغلوب سازم. همچنین خداوند در تورات کوروش را عقاب شرق خوانده و در کتاب عزرا گفته که یهوه میگوید همان را نگاه کنید، من عقاب شرق را فرا خواندم. بعضی از تاریخ نویسان معتقدند که کوروش زبان عبری رو هم میدونسته. روزی که کوروش میخواست به معابد بابل بره به دوستانش دستور میده که همگی لباس ارغوانی بپوشن و با تجمل حاضر شن. اما خودش لباس ساده‌ای میپوشه و یکی از دوستانش بهش میگه پس تو چرا خودت لباس فاخر نمیپوشی؟ کوروش در جواب میگه زینت شما برای من کافی است. من اگر بتوانم به مردم نیکی کنم در هر لباسی مزین خواهم بود. گزنفون نوشته گوبریاس میگفت من فکر میکردم کوروش در فن لشکرکشی بر همه برتره اما معلوم میشه که اون در انسانیت هم بر همه برتر بوده.
کوروش غذا رو در یک محیط دوستانه با دوستانش میخورد و اونها آزادانه با اون مزاح میکردن. همچنین مسابقات و بازی‌هایی ترتیب میداد و در آخر به برندگان جایزه اهدا میکرد. گزنفو مینویسه کوروش همیشه در برابر خدمات کوچک بزرگترین پاداش‌ها رو میداد. برای همین همه همیشه منتظر بودن تا یک خدمتی برای اون انجام بدن. بعد از فتح بابل، کوروش یک لشکر نیرومند به عنوان ساخلو برای حفظ نظم در اونجا مستقر میکنه و 10,000 سرباز پارسی رو انتخاب میکنه تا برای همیشه نزد پادشاه بمونن. از اون طرف هم تصمیم میگیره سرزمین هایی که متعلق به بابل بود رو تحت سلطه خودش در بیاره و در این بین اولین هدف اون فنیقیه بود. منطقه‌ای بود بین جبل لبنان و دریای مغرب یا مدیترانه. اهالی اونجا خودشون رو کنعانیان می‌خواندن و بت‌پرست بودن. خدای بزرگ آنها بعل نام داشت که به معنای خدای آسمان بود و خدایان دیگری به نام ال و علات رو هم می‌پرستیدن. از نظر تمدن اونها به بابلی‌ها نزدیک بودن و شهرهای اونها هر کدوم برای خودشون یک پادشاه جدا داشتن و در واقع یک حکومت واحد مرکزی نداشتن. شهرهای فنیقیه عبارت بودند از آراد، سیدا، سور، بیروت و بیبلوس که این شهر بیبلوس در واقع مرکز اصلی صنعت کاغذسازی اون منطقه بود. اونها در دریانوردی مهارت زیادی داشتن و اختراع شیشه رو از کارهای اونها میدونن. در بازارهای اونها انواع پارچه‌های ابریشم، کتون نازک و قلاب دوزی و انواع ادویه خرید و فروش می‌شد و تولیدات لوازم آرایشی و جواهرات هم داشتند. فنیقی‌ها خطی اختراع کرده بودند که 30 علامت داشت و به گفته باستانشناس استرالیایی به نام گوردن چایلد این الفبا بعداً منشأ پیدایش خط‌های یونانی، رومی، عبری و عربی شد. در ضمن بد نیست گفته شد که تمدن مشرق توسط فنیقیه، لیدیه، کرت و سومر به اروپا رسیده و این تمدنی که یونانی ها و اروپایی ها داشتن خودشون از مشرق کسب کرده بودن. در این باره به گفته های دو استاد بزرگ میپردازیم. اولین پروفسور وولی هستش و دومین استاد دکتر زرینکو. باستانشناس معروف آمریکایی پروفسور وولی که استاد دانشگاه پنسیلوانیا بود چنین میگه: در گذشته به ما یاد داده بودند که تمدن و اقسام علوم از یونان به ما رسیده و ما مدیون اونجا هستیم، اما حالا معلوم میشه که خود یونان تمدن رو از لیدیه، ایران و کرت گرفته و قبل از همه اینها مرکز اصلی تمدن بشر سومر بوده. استاد زرینکوب هم میگن که تاریخ نشون داده این یونانی ها بدون استفاده از تمدن کرت نمیتونستن به این درجه از دانش و هنر برسن و آنها خوشه‌چین تمدن کرت هستن. کرت هم مدیون تمدن بابل و مصر هستش و اگر بابل هر اونچه که به کرت داده پس بگیره و کرت هم هر اونچه که به یونان داده پس بگیره، دیگر چیزی برای یونان باقی نخواهد ماند و چیزی هم برای روم باقی نمیماند. از فتح فنیقیه کوروش یک پادشاه برای اونها از خودشون تعیین میکنه که البته تابع ایران بود و بعد از اون هم سرزمین فلسطین بدون جنگ و خونریزی به همون صورت تابع ایران میشه. بعد از فتح بابل و فتح سرزمین هایی که متعلق به بابل بود از جمله سوریه، فلسطین و فنیقیه، کوروش تصمیم میگیره که این بار برای تنبیه به مصر لشکر بکشه. اما در همین زمان بهش خبر میرسه که مرزهای شرقی کشور مورد هجوم سکه ها قرار گرفته. کوروش تصمیم میگیره که سریعا به این مسئله رسیدگی بکنه. اول پسر خودش کمبوجیه رو پادشاه بابل اعلام میکنه و بعد از اون با سپاهیان خودش به سمت هیرکانیا یا گرگان امروزی حرکت میکنه. کوروش در این لشکرکشی تا حوالی رود سیحون پیش میره و اکثر سران قبایل زوکاها رو تابع خودش میکنه تا اینکه به ماساژت ها میرسه. ماساژت ها یکی از اقوام سوکاها بودن
که در زمانی که کوروش داشت به سمت اونها حرکت میکرد پادشاه اونها مرده بود و ملکه تومیریز بر اونها رهبری میکرد. هرودوت میگه کوروش از ملکه تومیریز درخواست ازدواج میکنه و ملکه که میدونسته کوروش خواهان اون نیست و مملکت اون رو میخواد درخواست اون رو رد میکنه. بنابراین کوروش تصمیم میگیره که از رود سیحون عبور بکنه و به سرزمین ماساژت ها بره. کوروش به لشکریانش دستور میده تا وسایل عبور از رود رو فراهم کنه. در همین زمان ملکه پیغام میده که ای کوروش، رها کن آنچه را که میخوای انجام بدی، زیرا تو نمیدانی نتیجه این کار چه خواهد شد. تو در مملکت خودت حکومت کن و بگذار ما هم در مملکت خودمان حکومت کنیم. بعد از رد و بدل کلی پیغام، کوروش از رود سیحون رد میشه و به سرزمین ماساژت ها میره و با اونها درگیر میشه. در این درگیری پسر ملکه تومیریس به نام اسپارگاپیسس اسیر میشه و ملکه خواهان اتمام جنگ و آزادی پسرش میشه. اما در همین زمان پسرش در اسارت اقدام به خودکشی میکنه. وقتی این خبر به ملکه تومیریس میرسه با تمام قوا اقدام به جنگ میکنه. بنابر گفته هرودوت این سخت‌ترین جنگی بود که تا اون زمان بین بربرها یعنی اقوام غیر یونانی رخ داده بود. در این جنگ هولناک ابتدا طرفین از دور به همدیگه تیراندازی کردند و وقتی تیرها تمام شد از نزدیک با شمشیر و نیزه جنگیدند. هر دو طرف به شدت پافشاری کردند تا اینکه کوروش کشته شد و ماساژت‌ها پیروز شد. و بنابر گفته هرودوت اکثر سپاهیان کوروش در این دشت نبرد کشته میشن. بعد از اون هم ملکه به پیکر کوروش دست پیدا میکنه و سر اون رو در تشتی از خون قرار میده و میگه که حالا از خوردن خون سیراب شد. این روایتیه که هرودوت بیان کرده و اکثر تاریخ نویسان این روایت رو درست نمیدونن و در واقع روایت های گزنفون و کتزیاس رو در مورد مرگ کوروش به واقعیت نزدیکتر میدونن که ما اونها رو هم نقل میکنیم. کتزیاس میگه که کوروش به جنگ مردمی به نام دربیک ها رفت که یکی از اقوام سوکاها بودن و پادشاه اونها آمورائیوس نام داشت. جنگ سختی بین طرفین رخ میده و دربیک ها سوار نظام های ایران رو به کمینگاه میکشونن و با فیل محاصره میکنن. در اونجا زوبینی به پای کوروش میزنن، اما سوار نظام های ایران جمع میشن و کوروش رو به خیمگاه میبرن. روز بعد یکی از پادشاهان سوکا به نام آمورگس که از دوستان کوروش بود به کمک ایرانی ها میاد و با 20,000 مرد جنگی وارد جنگ با دربیک ها میشه. در این جنگ دربیک ها شکست میخورن و پادشاه اونها همراه با دو پسرش کشته میشن. کوروش در میان یاران و دوستانش وصیت کرد که بعد از اون پسر بزرگش کمبوجه جانشین اون خواهد بود و حکومت‌های پارت، کرمان و خارزم رو به پسر کوچکش بردیا داد و حکومت گرگان رو هم به برادرش مگابرن داد و 3 روز بعد درگذشت. و اما می‌پردازیم به روایت گزنفون که چنین میگه: کوروش چون پیر شد در دفعه 7 از زمان سلطنتش سفری به پارس کرد و به قصر خودش رفت. یک شب در خواب میبینه که شخصی نزد اون میاد و میگه که ای کوروش، آماده شو که نزد خدای خودت خواهی رفت. کوروش بیدار میشه و میفهمه که زمان مرگش فرا رسیده. بر طبق عادتهای مذهبی به سر کوه میره، برای خدای بزرگش قربانی میکنه و دعا مناجات میکنه و بعد هم به قصر برمیگرده. خدمتکنان به اون میگن که نهار حاضره، اما اون جواب میده که اشتها نداره و فقط تشنه است. برایش آب میارن و اون استراحت میکنه. روز بعد هم به همون حال بود و بعد دوستان، فرزندان و کارگزارانش رو میطلبه. در بین اونها پسر بزرگش کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه و حکومت ماد، کادوسیان و ارمنستان رو هم به پسر کوچکش بردیا میده و در همون روز بین اونها درگذشت. یک روایت دیگه ای هم از مرگ کوروش وجود داره که جوستین بیان کرده، شبیه گفته های هرودوت، فقط در بخش پایانی اون چنین میگه: بعد از نبرد کوروش و تمامی لشکریانش کشته شدن و حتی 1 نفر هم زنده نمون. که این گفته های جوستین
نمیتونه واقعیت داشته باشه. به هر حال اقوام سوکاها از دریاچه آرال تا گرگان پراکنده بودند و جنگ با اونها سخت بود. کوروش در پایان عمر خودش در این مکانها مشغول جنگ با سوکاها بوده، ولی نتیجه جنگ معلوم نیست. چیزی که معلومه اینه که کوروش بعد از فتح بابل در شمال شرقی ایران مشغول جنگ های سخت و خونین بوده. نتیجه مبهمه، چون هر کدوم از تاریخ نویسان چیزی گفتن. آنچه که مسلمه اینه که کوروش در سال 529 قبل از میلاد از صحنه تاریخ و از صحنه جهان ناپدید شد، که در این باره توضیحات بیشتری خواهیم داد. برنامه امروزمون همینجا به پایان میرسه. اگر دوست داشتید کانالمون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه، بدرود. Thank you.